تلاش تازه آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام برای فشار بر ایران و مهار برنامه هسته این کشور. فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا پیشنویسی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستادند. آنها از 35 عضو این شورا خواستند تا ایران را به دلیل بی‌توجهی به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در چند سایت تنبیه کنند. در این پیشنویس از ایران خواستند تا فوراً به اجرای تعهدات قانونیش عمل کند و پیشنهاد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تعامل جدیتر را بیدرنگ بپذیرد. پیشنهاد مدیر کل هم برای شفاف سازی و هم برای حل فصل کلی مسائل پادمانی باقی مانده. حدود 3 ماه پیش و همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران، ایران متعهد شد طی 3 ماه به پرسش‌های این نهاد درباره منشأ اورانیوم پاسخ دهد. در سفرم به تهران توانستیم روی یک بیانیه مشترک توافق کنیم که در برگیرنده تعهدات هسته‌ای است. اما بنا به گزارش آژانس، ایران به این تعهداتش عمل نکرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از پیش و در واکنش به قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران گفته به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد و مسئولیت های پیامد آن بر عهده آنهایی است که به شورای حکام و گزارش مدیر کل آن به عنوان اهرم فشار علیه ایران نگاه می کنند. به نظر می رسد این نقطه پایانی بر صبر کشورهایی است که با ایران در حال مذاکره هستند، چرا که در چند ماه گذشته این نهاد، دبیرکل آن و شورای حکام در آستانه صدور قطعنامه علیه ایران قرار گرفتند. با این حال حساسیت مذاکرات برجام و نگرانی از شکست آن مانع از صدور قطعنامه شده. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام از حدود 3 ماه پیش متوقف مانده است. همزمان از سوی دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا تلاشی برای مقابله با برنامه‌های ایران در جریان است. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه لایحه‌ای برای کنترل مناسبات ایران با چین و حماس به این مجلس ارائه دادند. لایحه‌ای به نام قانون پاسخگو کردن ایران و چین. دهم خرداد مارکو روبیو و مارشا بلکبرن، دو سناتور جمهوری‌خواه، این لایحه را به کنگره بردند. لایحه‌ای که مورد حمایت چند سناتور جمهوری‌خواه شناخته شده است. در خلاصه لایحه که در سایت سناتور مارکو روبیو منتشر شده و بنابر این قانون استفاده از پول مالیات دهندگان آمریکایی برای پیشبرد برجام تا زمانی که ایران به روابطش با حزب کمونیست چین و گروه‌های مانند حماس خاتمه نداده ممنوع است. این لایحه شروط دیگری را هم برای احیای برجام ذکر کرده، از جمله توقف انتقال پول به حماس و نیروهای نیابتی و راستی آزمایی انهدام همه سلاح‌ها، مواد و زیرساخت‌های شیمیایی ایران. از آغاز اعمال تحریم ها سیاست مقام های جمهوری اسلامی تقویت روابط با روسیه و چین بوده و نفت مهمترین کالای قابل عرضه. چین بزرگترین خریدار نفت خام در دنیاست با نیازی حدود 10 میلیون بشکه در روز. وزیر نفت ایران هم به تازگی گفته ایران مشتری های خود را در بازار نفت دارد. خب خوشبختانه در بحث فروش نفت هم بازار جدیدی که تو این دولت 13 از آغاز شروع به کارش تا این 9 ماه و ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد کردیم، اینا همه کمک کرد که تقریبا ما نفتمون رو به قیمت خوبی بفروشیم. ما خدمتتون که عرض کنم مشتری خودمون رو کامل داریم، به اضافه اینکه خوشبختانه بازارهای جدیدی رو هم شناسایی کردیم، بازارهای جدیدتری رو هم انشالله عنقریب بهمون اضافه میشه. ما انشالله چین در 2 سال گذشته اصلی ترین خریدار نفت ایران بوده، اما با تحریم شدید نفت روسیه، رقابت بین ایران و روسیه برای فروش نفتشان به چین تنها کار خرید نفت را برای چین آسان تر می کند. شهره جولانی، لندن.